به نام خداوند دادگر و توانا. پایتخت، مرکز قدرت، شهری که شاهان را از بخارا تا دهلی به سوی خود کشاند. سرگذشت دردناک توأم با جنگ و فقر. هما اکنون تلاش برای همپایی با دنیای مدرن. اینجا کابل است، پایتخت افغانستان، شهری پر از ازدحام با حدود 5 میلیون جمعیت، شهری که از بالای این تپه می توان به خوبی زیبایی های آن را مشاهده کرد. در این پرخبرترین شهر 78 سال قبل از امروز با تأسیس پانتون تب اساس تحصیلات عالی در کشور گذاشته شد و به سرعت توسعه پیدا کرد. اما اکنون نیاز به تحصیلات عالی بیشتر گردیده است. در این شهر پر جمعیت سالانه بیش از 90 هزار شاگرد از صنف 12 فارغ التحصیل می شوند. ولی به نسبت کمبود ظرفیت در پوهنتون‌های دولتی ناممکن است که تمام داوطلبان در مؤسسات تحصیلات عالی جذب گردند. از تعداد ذکر شده سالانه 30 هزار تن از آنها در مؤسسات تحصیلات عالی و 20 هزار تن از آنها در مؤسسات تحصیلات نیمه عالی جذب می‌گردند. چه باید کرد تا به نیازهای جامعه و خواستهای جوانان جواب مثبت داد؟ با در نظر داشت ماده 46 قانون اساسی که مشعر است، تأسیس و اداره مؤسسات تحصیلات عالی، عمومی و اختصاصی وظیفه دولت است. اتباع افغانستان می توانند به اجازه دولت به تأسیس تعلیمات عالی عمومی، اختصاصی و سوادآموزی اقدام نمایند. به اساس این ماده، مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی پا به عرصه وجود گذاشتند. نخستین نهادی که در این عرصه پیش قدم گردید و به خواسته های جامعه و جوانان پاسخ مثبت ارائه کرد، همانا مؤسسه تحصیلات عالی باختر بود. این نهاد علمی و آکادمیک تحت نام پوهنتون بین المللی افغانستان تفاهم نامه ای را در پوهنتون پلی‌تکنیک کابل با وزارت تحصیلات عالی به امضا رسانید که طی آن پروگرام های استاندارد مالی و محاسبه را به نام ACCA و CAT در تمامیت پوهنتون آکسفورد بروکس کشور انگلستان آغاز نمود. مقام وزارت تحصیلات عالی با مشورت با هیئت رهبری این پوهنتون نام این پوهنتون را مؤسسه تحصیلات عالی باختر نهادند.
مؤسسه تحصیلات عالی باختر با مجهزترین و پیشرفته‌ترین وسایل و امکانات وسیع تدریسی مطابق با معیارهای بین‌المللی، استادان داخلی و خارجی مدت 6 سال است که از خدمتگزاری آن می‌گذرد، که در این مدت دستاوردهای بزرگ را نصیب خود و ملت غیور افغانستان نموده است. در آوان فعالیت این مؤسسه با یک پاهنزای در دیپارتمنت و جذب نوجوانان اقدام نمودند و از جمله 1350 نفر داوطلب صرف 310 تن از آنان در دو رشته BBA و BCS جذب گردیدند. این روند جذب محصلان تا دو سال دیگر دوام داشت. علاقمندان محصلین به این نهاد علمی و آکادمیک و تقاضای آنها، رهبری مؤسسه تحصیلات عالی باختر را وادار نمود تا رشته جدیدی را به مقام وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد نمایند. مقام وزارت به پای خدمات شایسته مؤسسه تحصیلات عالی باختر، سه پانزده دیگر را به این مؤسسه منظور نمود، که به این اساس پروسه جذب نوجوانان در رشته جدید انجینری ساختمان، حقوق، علوم سیاسی و ژورنالیسم به یک گراف قابل ملاحظه صعود نمود. مؤسسه تحصیلات عالی باختر دارای یک کتابخانه مجهز می باشد که تعداد آن به بیش از 120 هزار جلد کتب علوم مختلفه می باشد، که بدون شک در رشد و ارتقای سطح محصلین از لحاظ کمی و کیفی تأثیر بسزایی دارد. در جمع‌آوری این کتب، مؤسسات مختلف همکاری علمی نمودند، که از جمله همکاری دفتر ایشیا فاندیشن را به دیده قدر می نگریم. مؤسسه تحصیلات عالی باختر در کمترین وقت توانست کار تحقیقاتی بزرگ را برای اولین بار در شهر کابل انجام دهند. این پروژه که به کمک مالی و تکنیکی دفتر USAID انجام یافت، در آن مقدار اوسط مصرف کننده های برق در 22 ناحیه شهر کابل محاسبه گردید. این پروژه مدت 5 ماه طول کشید و نتایج آن از طریق رسانه های جمعی پخش و انعکاس یافت. مؤسسه تحصیلات عالی باختر از شروع فعالیت‌های خیش الی اکنون جریان 68 پروژه آموزشی در سطح کابل می باشد، که از جمله کورس‌های آموزشی زیل را عمدتاً یادآوری می‌نماییم. پروژه آموزش تفتیش و محاسبه ATP که طی آن 844 نفر از محاسبین و تفتیش جوان 16 وزارتخانه با محاسبه و تفتیش استاندارد آشنایی حاصل نمودند، که مدت 2 سال دوام داشت. پروژه ایشیا فاندیشن که طی آن 76 نفر از کارمندان عالی رتبه ریاست دفتر مقام ریاست جمهوری و وزارت خارجه تحت آموزش قرار گرفتند. پروژه تفتیش و منیجمنت که در آن مدیران ارشد جمعیت هلال احمر افغانی سرمیاش، وزارت معارف، وزارت دفاع و اداره انکشاف ملل متحد تحت آموزش قرار گرفتند. پروژه ارتقای ظرفیت، محاسبه و منیجمنت وزارت احیا و انکشاف دهات. پروژه لسان انگلیسی یا TOEFL برای استادان پوهنتون‌های مرکزی که طی آن 53 نفر از استادان پوهنتون‌های کابل، پلی‌تکنیک، تعلیم و تربیه ارتقای ظرفیت دیدند. پروسه تدریس در مؤسسه تحصیلات عالی باختر با استفاده از پیشرفته‌ترین وسایل صورت می‌گیرد، که محصلین می‌توانند با گونه موثرتری آموزش ببینند. اتاق اینترنت، کامپیوتر لب‌ها، دیجیتال لایبرری یا کتابخانه دیجیتالی، پروژکتورها، اسکرین‌های آموزشی از جمله مواد آموزشی این مؤسسه می‌باشد، که محصلین به راحتی از آن استفاده نموده می‌توانند. از جمله پیشرفت‌های این مؤسسه در عرصه تکنولوژی، می‌توان از ایجاد دیتابیس مطمئن که اساس آن همه امورات تدریس توسط یک مرکز واحد کنترل می‌گردد. همچنان سیستم جدید که توسط آن می‌توان سیستم حاضری محصلین را کنترل نموده، جدیداً خریداری و عنقریب مونتاژ می‌گردد. در نخستین مراحل فعالیت به آن پی بردیم، که در پیش برد این مسئولیت استرگ آکادمیک بدون تعامیت پیشرفت قابل ملاحظه را انتظار نخواهیم داشت. لذا برای تنظیم کریکولم و نصاب درسی رشته کت و ACCA با پانتون آکسفورد بروکس کشور انگلستان تعامیت آکادمیک را به امضا رساندیم، که به اساس آن سیستم درسی این دیپارتمنت باور بیشتر جوانان را به خود کسب کرد.
بعد از گذشت یک سال به منظور انکشاف نصاب درسی و خدمتگزاری به جوانان رنجیده خیش، تعاملات جدیدی با پوهنتون اندراگاندی کشور هندوستان به امضا رسانید که در این برنامه نیمه حضوری بیشتر از 1000 جوان تشنه به علم تحت آموزش قرار گرفتند. بدون شک انکشاف سیستم درسی و متدهای درسی زمانی مورد پذیرش قرار میگیرد و استاندارد میباشد که با پوهنتون‌های معتبر جهان قراردادهای آکادمیک داشته باشیم. مؤسس و رئیس مؤسسه تحصیلات عالی باختر با درک مسئولیت عمیق، سفری را به ایالات متحده آمریکا تنظیم نمود تا بتواند در تقویت رشته‌های موجود BBA و BCS بذل مساعی نماید. به این اساس در زمان اقامت خیش تعاملات را با پوهنتون جورج تاون به امضا رسانید. در این اواخر بنابر دعوتی که در کنفرانسی تحت عنوان ایجاد پل‌های ارتباطی میان مؤسسات تحصیلات عالی در شهر ویرزوروم کشور ترکیه دایر گردیده بود، تعاملات را با پوهنتون آتاتورک به امضا رسانید که طی آن تبادل تجارب، کار تحقیقاتی مشترک، تدویر کنفرانس‌های مشترک، اسکالرشیپ‌ها صورت گرفت. این مؤسسه تلاش می‌ورزد تا در آینده نزدیک تعاملات‌های بیشتری را طور جداگانه برای هر پوهنزای و دپارتمان برقرار نموده به اساس آن نصاب درسی رشته های این مؤسسه تقویت بیشتر یابد. مؤسسه تحصیلات عالی باختر همیشه عضو کنفرانس های ملی و بین المللی بوده است که به گونه مثال از عضویت در تدویر کنفرانس ها زیلن یادآوری می نماییم. کنفرانس بین المللی منابع انرژی، توزیع و نگهداری آن که در شهر هرات به اشتراک پوهنتون های اتریش، سلواک، تایلند، پلی‌تکنیک و هرات دایر گردید. کنفرانس بین المللی محیط زیست با میزبانی اتحادیه اروپا و اشتراک 5 پوهنتون ملی و بین المللی، همچون پوهنتون تکنیکی ویانای کشور اتریش، پوهنتون تکنیکی براتسلاوای کشور سلواک، انستیتوت تکنولوژی آسیایی مقیم در کشور تایلند و پوهنتون پلی‌تکنیک کابل برگزار گردید. اشتراک همساره در کنفرانس بین‌المللی تحت نام همکاری‌های بین‌المللی در پوهنتون اندراگاندی کشور هندوستان بعد از ایجاد تعاملات، عضویت در بورد اعتباردهی بین‌المللی و اشتراک در سمینارهای تضمینی در کشور هلند و هندوستان، عضویت فعال در 15مین کنفرانس تئوریکی محصلین پوهنتون پلی‌تکنیک کابل، اشتراک در مسابقات رقابتی. برای نخستین بار مؤسسه آیفس مسابقه رقابتی مناظره گفتگو با لسان انگلیسی را میان محصلین تمام پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان به سطح ملی راه اندازی نمود. در این آزمون مشکل که یک سال دوام داشت، مؤسسه تحصیلات عالی باختر توانست حائز مقام اول شود. قابل یادآوری است که در ردیف محصلین پوهنتون‌ها و مؤسسات متذکره بهترین گوینده نیز جمله محصلین مؤسسه تحصیلات عالی باختر شناخته شد. دست آوردها. تأسیس اتحادیه حمایتی برای نخستین بار در افغانستان. تقدیرنامه درجه اول از مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان. تقدیرنامه خدمات ارزنده در عرصه تحصیلات عالی از جمعیت هلال احمر افغانی سرم یاشت. تقدیرنامه تدریس استاندارد از مقام وزارت دفاع ملی و مدال دو ستاره‌ای. تقدیرنامه از مؤسسه تحصیلی فعال افغانستان از پوهنتون جورج تاون ایالات متحده آمریکا. تقدیرنامه از مقام وزارت مالیه، اهدای اسکالرشیپ ها از پوهنتون جورج تاون ایالات متحده آمریکا. تقدیرنامه همکار صادق و راستین از پوهنتون اندراگاندی کشور هندوستان. تقدیرنامه الگوی تدریس استاندارد از بریتیش کنسول، اهدای اسکالرشیپ ها از طرف پوهنتون اسلامی اسلام آباد کشور پاکستان، اهدای اسکالرشیپ از پوهنتون آتاتورک کشور ترکیه، اخذ لقب پوهنتون برتر در مناظره رقابت گویندگی در لسان انگلیسی به سطح ملی بین تمام پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، عضویت در حوزه آب دریای آمو، جلب وسیع کمک‌های پوهنتون‌های منطقه، عضویت بورد اعتباردهی آکادمیک به سطح بین‌المللی. مؤسس و بنیانگذار آغاز پروگرام CAT و ACCA در افغانستان.
مؤسسه تحصیلات عالی باختر نه تنها مصروف فعالیت‌های علمی و آکادمیک است، بلکه وجیبه خیش را در عمران، بازسازی و نوسازی این کشور نیز ادا نموده است که به گونه مثال از نهالشانی محصلین که سالانه هر محصل یک نهال را برای زیبایی شهر قرض می‌نماید.